تو این ویدیو به دهنگ رپ فارسی که دزدی پخش شدن میپردازیم. این آهنگا توسط رپر، رسانه و سایر بستگان دزدی پخش شدن. البته بعضی از این آهنگا بعد یه مدت کوتاهی توسط خود آرتیست تو پلتفرم ها پخش شده. داشتیا منو فروختی؟ کیرم دهن بابا، کیرم دهن. قبل ادامه لایک و ساب یادتون نره، لینک اینستامونم تو دیسکریپشن، لطفا اونم برام بمالید. شماره 10400 از دیداد ارفان. قبلا که تو رسانه رپ فعالیت داشتیم، یه روزی عزیزی پیام داد آهنگ 1400 رو فرستاد. گفت داداش شما رسانه چه از این آهنگ حمایت نمی‌کنید؟ ما هم آهنگ گوش دادیم دیدیم جدیده، گذاشتیمش چنل. 5 دقیقه بعد جیدانی استوری رو گذاشت. الهی تلگرام یه دوزاری که این انگل افتادیم رو موزیک اینداستری ایران. یه سری آدم بی سوادم شعورشون نمیرسه، هی آهنگاشونو میدن شما پخش کنین. خب من میرم الان روی این آهنگ کپی رایت میزنم، میرم اینو ریپورت میکنم. اون دوست عزیز که اینو فرستاد، اگه این ویدیو رو میبینی دمت گرم دادش، بازم بفرست. ظریفی مثل این که خواسته ماستینا، آدم حسابی ها برن طالبان دیاد، دروغا ادامه داره هنو پای منبر. شماره 9 پر پرواز داریوش تبهکار. چند وقت پیش داریوش یه منیجر داشت که هرچی پول داشت داریوش بالا کشیده بود، حتی چند تا ورس هم به چست رپرها فروخته بود. بعد اینکه داریوش میفهمه موسیقیشو میزنه، طرف ناراحت میشه و شروع پخش کار از داریوش میکنه که پر پرواز یکیشون بود. آسمونم آن نمیای پر پرواز، آسمونم آن نمیای سر ابرا، آسمونم بعد دیگه وز ابراش، لد و بخ زد و درد داشت انقدر نمی. شماره 8 پابلیک انمی نیما نیموش حامد اسلش. اسلش و نیموش با هم رفیق بودن. مثلا اسلش به نیموش پیشنهاد ده که بیا این آهنگو بعد پخش بگیم دزدی بوده. نیموش کار پخش میکنه، اسلش میگه کار دزدی پخش شده و بدون اجازه من بوده. ارومیا همه میگیرن رو نیموش و نیموش میگه اوزا خیته، میگه آقای خودشی گفته این کارو بکنی. بعد یه سری دیس و دیس بازی میشه که دو ویدیو بیفای کمتر توجه شده بهش اشاره کرده بودیم قبلا. برید ببینید. شماره 7 پسرت هیپاپولوژیست. یه فکتی که راجع به هیپاپولوژیست هست اونم اینه که به اندازه کار رسمی منتشر کرده، همون قدم کار ازش لیک شده دوکی. حالا سوراخش کجا بود؟ به گفته کسایی که کارای ایشون رو دزدی پخش میکنن، اشکان کانگان واسه کسلیسی و خوششیرینی اینا رو واسه دخترها میفرسته. یکی از اونها هم برمیداره پخش میکنه. از آلبوم نسخه میشه گفت 3/4 آلبوم پخش شده. یعنی تو چقدر کسلیسی آخه؟ بابا کیرم نه. شماره 6 من شیخم سپر خلصه. یکی از آهنگای معروف سپر خلصه که حتی تو کنسرتاش هم اجرا میکنه آهنگ من شیخمه، که حتی ایده کارم کپی از یه آهنگ به همین نامه. اسکی رفته دیگه. این آهنگ حدود 6 سال پیش به صورت دزدی توسط شخصی به نام اسپوک که ورس دوم آهنگو خونده منتشر شد. اسمش هم مثل کارش تخمیه. خود شیخم من شیخم، خود شیخم مایه میاد قد شیخای شارجه، بده بره والا پیکای پارچه. شماره 5 عباس حسین و رضا انکار. نمیدونم رضا انکار رو میشناسید یا نه، ولی انکار همونی بود که تو آهنگ شطرنج از حسین توی تیکش میگفت بنگال. ها بنگال دیگه چه بود شده. آهنگ عباس که جورای دیست به ملتفتن بود توسط رضا انکار به همراه یه ورس خودش پخش شد. جالبی که حسین در واکنش به این حرکت رفت شکایت کرد و هیچ گویی هم نتونست بخوره مثل بقیه کار. البته یه مدت شایعه بود که رضا انکار اعدام شده، دلیلش هم مشخص نیست، ولی خب شایعه بود دیگه، کس چه بود. شماره 4 دمش گرم علی سورنا. علی سورنا آهنگ دوزی پخش شده خیلی زیاد داره، مثل آهنگ بزن حرومی. قبلا پوتک یه سری پادکست کسچر مثل همین ویدیوهای یوتیوبش به اسم پادکست سپاس ضبط میکرد، توش درباره رپر مورد نظر مدفوخاری میکرد. تو پادکست سپاس مربوط به سورنا پوتک مدعی میشه پخش کارهای دزدی سورنا کار خودش رو توسط مرکز رکورد انجام میشه. درست و غلط بودن این کار معلوم نیست، ولی سال پیش آهنگ دمشگرم از سورنا خیلی زیبا از مرکز رکورد لیک شد که وسطش وکال پوتک هم بود که چقدر به هم میان. واقعا اصلا کارا به هم میان. فکر کنم پوتک رو بذاری کنار سورنا اصلا آهنگ مشتی.
شماره 3 نردبون ام جی. نردبون از ام جی فید با تفتله و یکی از آهنگای آلبوم زاخر هستی بود. این آهنگ توسط یک گروه به صورت دوزی پخش شده بود. داستانش هم از این قراره که منیجر چاغال ام جی واسه کسیسی دختر رو برمیداره آلبوم قبل پخش میفرسته واسه شد. خلاصه که همیشه سعی کنید دوربرتون کسیس نباشه که به این سرنوشت دوچار نشید دیگه. کسیس ها خرابتون میکنید. شماره 2 خلافکاری اصلی هیچکس. خلافکاری اصلی یکی از آهنگای آلبوم مجازه که 6 سال پیش یعنی 4 سال قبل پخش آلبوم مجاز به صورت دوزی منتشر شد. اون موقع موزیک ویدیو هم بود باش. خود آهنگ موقع پخش مجاز پخش شد. ولی موزیک ویدیو هیچ وقت طرف خودش هست به طور رسمی منتشر نشد. دلیلش هم به خودش مربوطه، ما هم خواهیم آن نیست. این میشه وقتی میری تو لباس فور. خلافکارای اصلی نشیشی پاشونه نسر کچن بیسیم باشونه و دم خونه. شماره 1 مردمک رضا پیشرو. نمیدونم بابک 100 دلاری رو میشناسید یا نه، ولی اگه نمیشناسیدم تخمتون باشه، خیلی هم مهم نیست، اصلا آدم ارزشمندی نبوده. زمانی که پیشرو فاز اتحاد اینا داشت مثل الانش، تصمیم میگیره یه آهنگ با رپرهای مثل خلوت نیموش بابک 100 دلاری ببنده. بعد این آهنگ کنسل میشه، ولی بعد یه مدت از طرف بابک 100 دلاری پخش میکنه لاشی عوضی کنه که رو ورس پیشرو یه ورس خونده بود تحت عنوان فیت خودش با پیشرو پخش کرد. جالبه که جدیدن ورس پیشرو توی این آهنگ توی ریمیکس استفاده میشه، خیلی هم ترنده. خدا میبنده دری پاره میکنه در دیگه یو. داره که هی میری پاش، هی لیریکاتو بالا پای میکنی رو ریل میری بامبت نمیاد ادا اطفار ادا تنگا رو در نیا برا من داش خدای رپ و در تماسم باش برا من جون. ویدیو هم تموم شد. این ویدیو پارت دو هم نداره، خایمالی نکنید، کامنتاتون هم تاثیر نداره، ولی خب لطفا بذارید دیگه، حالا یکم هم به مالی دب نداره. فیلن هم خداحافظ دیگه.